برخی منابع خبری نزدیک به دولت ایران از آزادی موقت حسین درخشان، وبلاگ نویس زندانی، پس از تحمل 26 ماه حبس خبر دادند. اولین بار خبر آزادی درخشان را وبسایت مشرق منتشر کرد. این وبسایت مبلغ وثیقه صادر شده برای وی را ذکر نکرد، اما کمپین بین المللی حقوق بشر این مبلغ را 1,500,000,000 تومان اعلام کرده است. حسین درخشان که از پیشگامان وبلاگ نویسی در ایران به حساب می آید، در تاریخ 10 آبان 87 در منزل خود دستگیر شد و ماه‌ها را در سلول انفرادی گذراند. درخشان در مهر ماه سال جاری توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 19 سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد. پرونده آقای درخشان اکنون در مرحله تجدید نظر قرار دارد. اما از سوی دیگر سازمان‌های مدافع آزادی بیان همچون سازمان گزارشگران بدون مرز از زندانی بودن وبلاگ نویسان در ایران اعلام نگرانی کردند. بنابر گزارش این گروه‌ها بسیاری از وبنگاران ایرانی تنها برای ابراز عقایدشان بازداشت شده، تحت تعقیب قرار گرفته و یا به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. اتهامی که از سوی مسئولان قضایی ایران رد شده است. مجتبی سمیع‌نژاد وبلاگ نویس در این ارتباط میگوید در حال حاضر ما در زندان‌های مختلف تعداد زیادی از وبلاگ نویسان رو در بازداشت داریم. مسعود لواسانی کوهر اودرزی رو داریم که از آذر ماه سال گذشته بازداشت شده و به 1 سال حبس محکوم شده. محمد پور عبدالله رو داریم از بهمن ماه 87 بازداشت شده و به 3 سال زندان محکوم شده. ما همچنان هم در زندان قزل‌حصار نگهداری میشه، در زندان قزل‌حصار کرج که محل نگهداری خوب مجرمین خطرناک مثل قاچاقچیان مواد مخدر. حسین درخشان انتظار داشتش که همچین رفتاری باهاش نشه که تو این 2 سال شده بود. اون قبلا برای مخالفین جمهوری اسلامی خیلی مطلب نوشته بود و فکر می‌کنم با همین امید ها هم بودش که به ایران برگشت. رفتاری که دستگاه قضایی باش کرد نشون میده که محاسباتش اشتباه بود، ولی خب به هر حال اون هم مثل بسیاری زندانی هایی که داریم داره حق و حقوقی هستش. 19 سال و نیم زندانی که به اون دادن بسیار سنگین هستش و کاملا غیر قانونی. وبلاگ نویس دیگه ای که داریم عماد بهاور هستش که در طول سال گذشته 4 بار بازداشت شده بود. آخرین بازداشتش مربوط به اسفند ماه که از اون موقع تا در زندان هستش و به 10 سال جدیدن به 10 سال زندان محکوم شده. حسین رونقی ملکی از 22 آذر ماه سال گذشته بازداشت شده. دادگاه تجدید نظرش هفته پیش حکم 15 روز زندان اون رو که دادگاه بدوی صادر کرده بود رو عیناً تایید کرده. با این وجود باز هم در سلولهای انفرادی بند 2 الف سپاه پاسداران نگهداری میشه. هم اکنون در ایران 10 وبلاگ نویس در زندان به سر میبرند. از جمله نوید محبی، جوانترین وبلاگ نویس زندانی جهان. نوید محبی 18 ساله هم اکنون در زندان شهر ساری در انتظار صدور حکم محکومیت خود است. کوروش صحتی، صدای آمریکا.